داستان مساوی داشت جلو میرفت، شاید هم آلمان یکم عقبتر بود، اما از یه مقطعی به بعد صنعت آلمان خیلی رشد کرد. این دوتا محصول نگاه کن، این آلمانیه، این یه کشور دیگه است، اروپایی توی یه لول، اما این خیلی درجه کیفیش بالاتره و برای خود ما مثل بنز و بی ام و. چی شد که اینقدر متفاوت شد؟ داستان یه مقداری عقبتره، باید نگاه کنی به صنعتش. یه قطعه توی صنعت تفاوتا رو خیلی زیاد رقم زد و اونم بهش میگن شیرهای پروفشنال. همیشه توی صنعت برای اینکه بخوایم ما قطعمونو یک فرمی بهش بدیم، میایم از این ماشینالات خاص استفاده میکنیم، ماشینالاتی که آلمانیا توش هنوزم که هنوزه راز مخفیشونو لو ندادن، یعنی پرسای هیدرولیک و خط تولیدای کارخونهشون. از ماشینالاتشون بگیر تا قطعات مصرفیشون، قطعات یدکیشون و موارد مختلفش، میاد از یک پلنی استفاده میکنه به اسم شیرهای پروفشنال. ما توی سیستمای هیدرولیکمون که اومده توی پرسای هیدرولیک استفاده شده، مثل این موارد که میبینی، پرس به این هیبت برای چی داره کار میکنه؟ برای بدنه خودرو. درسته؟ کاپوتی که ما شاید خیلی توی زندگیمون بولد باشه، یکی از هدفامون باشه که مثلا یه بنز یا بی ام و زیر پامون باشه. چی شد که همچین اتفاقی افتاد؟ این دقت بالا یه بخشیش مربوط به این ماشینالته، یعنی پرسای هیدرولیکی که با شیرهای کنترل جهت فوق‌العاده دقیق داره کار میکنه. یه چیزی فراتر از هوش مصنوعی. جالبی داستان اینه که بدونی این مکانیزم داره از زمان هیتلر که خود آلمان که الان از نازی‌ها اینقدر بدشون میاد و انکارش میکنن، این رشد اون زمان اتفاق افتاد، یعنی اون زمان اومد از این شیرها استفاده کرد. مکانیزم کلیش اینطوریه که این دستگاه میاد قطعات مختلفو طبق قالبی که ما داریم فرم میده بهش، که توی هر صنعت هر چیزی که توی خونتون ببینید نمونه بیکیفیتشو میبینید، از پلی‌استیشن بگیرید، ماشینی که سوار میشید، حتی وسایل مصرفی خونتون، اینا همشون یک قالب و خط تولیدی داره که یک قسمتش پرس هیدرولیک نقش داره. هیدرولیک خیلی پررنگه و آلمانی اون زمان اومدن از یک شیرایی استفاده کردن و یک سوالی مطرح کردن که کیفیت کارو بیاره بالاتر، یعنی از این مدل شیرایی که میبینید. حالا کارش چیه؟ ما تو حالت عادی این جک میاد پایین، قطع کار ما هر چیزی که باشه رو پرس میکنه. نکته اینه که این ظروف سفالی رو نگاه کن، دستگاهی که ما خودمون استفاده کردیم و برای مشتری ساخت. یه قطع خروجی کار میشه همچین لیوانی، یه قطع میشه یه لیوان دیگه. خب برای اینکه محصول با کیفیت باشه، این چرا انقدر ظرافت و دقتش بالاتره؟ چون با دقت 0.01 میلیمتر داره میاد پایین و انتقال نیرو رو انجام میده و فرم میده به اون قطعه. اومدیم از یک مدل مکانیزم دیگه استفاده کنیم. به طور کلی همچین شرایطی داره یه پرسه هیدرولیک. از این مدل غول‌پیکرش بگیر تا کوچولوترینش. یه پاور پک یا یونیت هیدرولیک داره که توسط الکتروموتوری که خودش زمان خودش یه شاهکاری بود، انرژی ما رو استارت میزنه. یه پمپ هیدرولیکی داره که روغن رو مکش میکنه میده به سیستم من، یعنی یک شیر فرمانی که جهت میده به روغن من و جک من بالا یا پایین میره که میتونیم قطع کارمون رو عوض کنیم و طبق نیاز خودمون بهش نیرو وارد کنیم. کار قراره بهتر بشه. مثل هر اختراع دیگه ای تا زمان خودش، هیدرولیک یک نیروی بی‌نظیری بود که میتونست کار رو برای ما انجام بده. اما قرار بر این شد که توی سرعت بیشتر و دقت بیشتر کار کنه. یه چرای جذاب که توی هر صنعتی باعث رشد شده، اینجا آلمانی‌ها اولین نفری بودن که بهش رسیدن و اومدن این شیرا رو حذف کردن. مکانیزم این شیرای فوق‌العاده رو نگاه کنید. توی صنعت باشید طبیعتاً پرسه هیدرولیک رو دیدید. اگه بتونید شیر پروفشنال توی مدارتون داشته باشید، میتونید با کیفیت ترین خروجی محصول بین رقیباتون داشته باشید. هم تعداد بیشتر، ظریف خطایی کمتر و محصول با کیفیت تر. این قطعه به این شکل عمل میکنه. یه حافظه مصنوعی داره، یه حافظه‌ای که خودش تصمیم میگیره تو چه زمان طبق برنامه‌ای که ما بهش میدیم. یه برنامه فوق‌العاده خاص که تو ایران خودمون کلن 4-5 نفر بلدن برنامه و تعمیرش رو انجام بدن، به این داده میشه و خروجی محصول ما به این صورت در میاد. یه مکانیزم فوق‌العاده. حالا شما مقایسه کن این پرسه هیدرولیکو با این پرسه هیدرولیک. عمومی‌تر بهش نگاه کنیم، شما این ماشین رو نگاه کن با این ماشین. فرق آلمانی و ایرانی اینه، این تا حدودیه که ما میدونیم، اما دقیق‌ترش جالب میشه که شما بدونید
آلمانی ها این مکانیزم توی شرایطی پیاده کردن که تا این لحظه که با شما صحبت میکنم همچنان رو دستش نیومده. به عنوان مثلا این دوتا قطعه یه که ما برای فن استفاده میکنیم، برای توربین های بادی و خیلی کارهای بهش میگن موتور هیدرولیکی، کاریه که اون انرژی رو تبدیل میکنه به حرکت دوران. هر جایی توی صنعت ما برند آلمانی خورده باشه برای این قطعه، رو هوا خریداری میشه و رو کیفیتش هیچکی شک نداره، همه هم قسم میخورن. چرا این کارو کرده؟ چون دقت آلمانی برای ساختش شده یه چیزی مثل کوکاکولا که فرمولش هر کسی نداره، با آلمانیا بهش رسید. طوری کلی جنسای اروپایی همیشه با کیفیته، اما تو خود اینجا شرایط فرق میکنه. یه چیزی که آلمانیا رو نجات داد این بود که اومدن تو یه سری موارد حتی از ژاپنیا با کیفیت کار کردن. یه نمونه سادهشو فقط تو نگاه کن، این کارخونه و ویدیویی که تو میبینی شاید 100 سال دیگه هم با این شیوه مدیریتی که ما داریم تو ایران نتونیم ببینیمش. حجم و اصلا مساحت آلمان رو تو نگاه کن، نصف امکانات و شرایط طبیعی ایران رو نداره. اما چی میشه که همچین اتفاقی میفته؟ آلمانی ها همیشه به آدمای منضبطی معروفن که خوش فکرن. مهندسای آلمانی همیشه معروفن توی دنیا. پس خروجی محصول هم یه همچین چیزی در اومد. ما توی هیدرولیکش و پرسای هیدرولیکش این مکانیزم رو دقیقاً میتونیم کپی کنیم و میتونی ازش استفاده کنی. اگه توی صنعت باشی یا تو کار تولید باشی یا بخوای کارخونه دار باشی، یه پرسه هیدرولیک باید داشته باشی. این مواردی که بهت گفتم رو میتونی پیاده کنی. مکانیزم تمام آلمانیش چیزیه که در اختیار بچه‌ها قرار گرفته و میتونی برای سیستمتو پیادهش کنی. چرا که نه؟ اگه علاقه‌مندی اصلا هیدرولیک رو یاد بگیری، این علم ناشناخته‌ای که به جرئت میتونم بگم مثل بیت کوین 10 سال پیشه که الان تو صنعت داره پیاده میشه، اگه یاد بگیری میتونی خیلی برد کنی و بعدم برسی به این نکته که من الان دارم بهت میگم و کلی ازش پول در بیاری. هیدرولیک اینطوری مهمه الان توی صنعت. اگه علاقمندی اطلاعات بیشتر داشته باشی دوره هیدرولیکم میتونه بهت کمک کنه. کلمه هیدرولیک رو کامنت کن و لایک یادت نره. ویدیویی که دوست داری بیشتر راجع به صنعت صحبت کنیم تو چه موردی کامنت کن بگیریم برات. سابسکرایب و زنگولی بغلش هم باز یادت نره. مرسی، خدا نگهدار.